توی قسمت‌های قبلی دو تا شیر رو بهت معرفی کردم که برای فرمان به عملگرای هیدرولیک مثل این جکه که میره بره و میره و برمیگرده یاد گرفتی که آقا چه شیرایی باید بذاریم. الان توی این قسمت قراره دو تا شیر دیگر رو باز کنیم بریزیم بیرون، تشریح عملکردش رو داشته باشیم. پس لایک کنیم ویدیو رو و سابسکرایب، دنبال من بیا. اولین شیری که قراره بریم سراغش همین شیریه که الان داری میبینی، فرمون پی بسته 4-3. میخوای بدونی که اصلا چیه و چی کار میکنه؟ این تیکه ویدیو رو خوب نگاه کن. خب الان ما توی سیستممون یه سیستم هیدرولیک رو طراحی کردیم که همه قطعات لازم رو داره، یعنی یه دونه فشار شکن داره، یه پمپ داره، یه الکتروموتور داره. مهمترین قسمت کار شیر کنترل جهت یا مسیر منه که میاد در نهایت یه دونه جک و مثل یک پرس هیدرولیک داره کنترل میکنه، درسته؟ خب حالا میخوایم ببینیم که همین شیری که داریم راجبش بحث میکنیم، یعنی فرمون پی بسته، چه عمل کردی داره. یه توضیح کوتاهی بدم راجبش. این شیر رو نگاه کنید، یکی دو تا سه تا، سه تا خونه داره که این نشون دهنده یه سه تا حالتیه که برای ما به وجود میاره. و چرا بهش میگیم 4-3؟ چون 4 تا پورت داره طبیعیه، پی که پمپمو داره نشون میده، مسیر ورود روغنو، تی که برگشت روغن که بهش میگن تانک یا مخزن، ای و بی که پورت پشت و جلوی جک منه، میتونه هیدروموتورم باشه. وقتی که من ران کنم سیستممو نگاه کنید چه عمل کردی داره. موزه اولش که نگاه کنید جک منو برد بیرون، اینه هزاران تا فرمون دیگه. موزه دوم چی؟ به همین صورت برمیگردونه. حالا وسط قرار بگیره چی؟ نگاه کن چه حرکت نرم تری داره، آروم میاد برمیگرده، انگار پای مبارکتونو از روی ترمز برداشتید، کلاچ خلاص کردید، ماشین داره میره. این از عمل کرده شیرای 4-3 پی بسته. خب این شیرو دیدی، این شیر بهش میگن پی بسته. سه تا حالت رو برامون به وجود میاره. خوراک سیستم ها یکی آقا یه حرکت آروم رو بخوایم داشته باشیم، ضربه کمتری بزنه. پس این شیر موضع وسطش اینه، موضع چپ و راستش که دیدی جک رو میبره برمیگردونه. اما باز حالا این شیر رو بهش میگن شیرای اسپولی، عمل کردش رو فهمیدی. میخوایم باز کنیم ببینیم اسپولش چه شکلیه که از روی اسپولم اگه پلاکش پاک شده باشه بتونی شیر رو پیدا کنی. خب شیرو باز کنیم ببینیم آقا اصلا توش چه خبره. این دیگه جز به شیراییه که آخرت شیره دیگه، دیپلماتیک قوی تر نداریم. یه شیر خوب اومدم براتون باز کنم که قشنگ استفاده کنید. نگاه کن فنرش که ثابته توی همش، این فشنگیه که در نهایت جریان برق اینو هول میده. یه بوبین اینجای دیگه، یه سولنوید، یه میدان مغناطیسی به وجود میاره، یک جریانی که این فشنگی ما شیر رو جابجا میکنه. اینو من میذارم اینجا که روغنی نشه بکه کارمون. یه اسپولی ما داریم که اگه غریبی نکنه با ما به به اسپول خوشتراش دیپلماتیکم اینجا جا داره بهش اشاره کنیم. نگاه کنید این اسپول شیر پی بسته است، خوب نگاش کنید همینطوریه. حالا این شکل و شمایل مخصوص شیر خفن دیپلماتیکه که اگر هم دوست داشته باشید ثبت سفارش اینا رو انجام بدید، یه پیام بذارید سری بچه‌ها پیگیری میکنن برای خرید محصولات. و این اسپولش آقا، حالا بریم ببینیم اون یکی چه شکلیه. حالا اگه دلمون بخواد فشار سازی سیستم تو شرایط خاصی اتفاق بیفته و فشار رو از سیستممون ورداره، پمپمون آسیب نبینه، این شیر خوراکه. بهش میگن وسط باز یا پی به تی، یعنی دائم روغن داره از پمپ به تانک تخلیه پیدا میکنه. توی چه جکایی مناسبه؟ بریم با هم دیگه ببینیم. خب رسیدیم به شیر دوممون که ببینیم چه عمل کردی برای ما به وجود میاره. دیگه توضیحات قبلی رو نمیدم، فهمیدید که این همون سیستم ما برداشتیم شیر پی بستمون رو بجاش یه فرمون وسط باز گذاشتیم. یعنی تو حالت عادی برای ما سیستم رو که ران کنیم نکنید جک میره تا انتها و بر میگرده. موضع وسط این شیرا فرق میکنه. حالا من اگه اینجا نگهدارم نگاه کنید، بازی جک که به خاطر این تفاوتشه، چون 500 کیلو الان نیرو روی همین جکه. حالا نکته مهم چیه؟ نکته مهم اینه که ما این قسمت هیچ فشاری نداریم، پمپ من داره فشارسازی رو انجام میده، اما نگاه کنید این مسیر بازه، به این دلیل بهش میگم وسط باز. از اینجا داره برمیگرده توی تانک و اتفاق داره این قسمت بالا میفته.
میتونیم فشار رو از روی پمپمون برداریم تو یک سری از سیستمایی که احتیاجه که همچین کاری اتفاق بیفته. معمولا به این دلیله که میگیم دو تا شیر استفاده میشه. این هم از عمل کرده شیرای 4-3 وسط باز یا پی به تی. این شیر معمولا تکی برای ما کار درستی انجام نمیده. چرا؟ چون تو موضع وسط که قرار بگیره فشاری توی سیستم به وجود نمیاره. جکه رو نمیتونم زیاد کنترل کنم اگه تو موضع وسطش باشه، یعنی موضع دوم از حالت 4-3. اوکی، پس باید حتما در کنارش یه شیر دیگه ای باشه. اما جاهایی شده که استفاده میشه، اتفاقا دلیل ساختش هم همینه که فشار سازی وقتی تو موضع وسط اتفاق میفته نباید باشه روش، یعنی یه طوری فشار از سیستم برداره، یه شوک ریزی به سیستم بده. اسپول بعدی که یاد گرفتیم هم الان بهتره که نگاه کنی. اینم یه برند دیگه براتون آوردم که خب به کیفیت دیپلماتیک نیست. الان هم میفهمید چرا میگم هر چقدر پول بدی داشت میخورید. یه نگاه بکنید به فشنگیش. برای اون 4 پر بود، برای این 2 پره. فنرش یه فنر خشکتریه، اما خب قطعا این شیر با کیفیتیه، اما نه به اندازه دیپلماتیک. خب اینم میذاریم کنار. اسپولش رو قراره نشون بدیم. آخه چه میخواستم روی مقوایی نیفته، بازم افتاد. حالا این اسپول شیر پی به تیه یا وسط باز، اسپول فرق میکنه. پس فردا اگه این اسپول دیدی سریع میتونی به مشتریت بگی، یا خودت دستگاه داری یا میخوای یه جای دستگاهی نصب کنی. قطعا وقتی بار اطلاعاتی تو بیشتر بشه هم درآمدت بیشتر میشه، هم اعتبار بیشتری مردم واسط قائل میشن. این اسپول شیر پی به تیه، اینم از این تمیزه. اما نگاه کن برای خرید محصولات از ما یا هر کس دیگه ای، نگاه کن اختلاف قیمت ها به همین هاست. این شیر حداقل 6-7 سال 10 سال برات کار میکنه، اما این شاید 2 سال. پس فرق میکنه با هم دیگه. الان چیزایی که یاد گرفتی و با هم دیگه تبادل اطلاعات داشتیم، 2 تا شیر دیگه بهت معرفی کردم که میتونی توی سیستم‌های هیدرولیک استفاده کنی، یا اگه یه جاریه روی یه بلوک دیدی کپ نکنی آقا این چیه این چه شیریه، بدونی که الان مثلا میگم این شیر رو من گذاشتم چه دلیلی داره. تو هر سیستمی، گنده ترین سیستم هیدرولیک دنیا هم باشه، اینو ببینی سریع میفهمی که آقا به این دلیل استفاده شده. این خودش میتونه یه پولسازی برات بکنه، یه تعمیرکاری. اگه سیستمی داری الکی پول مشاوره ندی، خودت بدونی برای چه کاری احتیاج داری. 2 تا شیر هم ما کامل توضیح دادیم. حالا یه سوال من از تو دارم، خوب گوش بده به من. این فرمون رو نگاه کن بغل من، این چه فرمونیه، چه شیریه و برای کجا استفاده میشه؟ چیزی میدونی؟ اگرم نمیدونی سابسکرایب کن کانالو، یه قلب بذار بگو توضیح بده، یه قلب، یه توضیح، ما هم انرژی میگیریم. دمتون گرم به خاطر اینکه از ما حمایت میکنید. دوستتون دارم. خدا نگهدار.